با سلام و وقت بخیر به خبرهای این ساعت از راه فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 29 سنبوله سال 1400 هجری خورشیدی و 20 سپتامبر سال 2021 میلادی است. در نخواست سرخط خبرها. شهروندان کابل از افزایش مواد سوختی در بازارهای پایتخت شکایت دارند. آنان میگویند در روزهای اخیر قیمت مواد نفتی و گاز مایع تا دو برابر افزایش یافته است. با این حال مسئولان در اتاق تجارت و صنایع میگویند علت افزایش مواد سوختی در کشور افزایش قیمت مواد نفتی در بازارهای جهان و نبود سیستم منظم انتقال پولی به خارج از کشور میباشد. مسئولان این اتاق میافزایند سیستم منظم گمرکی در بندرهای تجارتی وجود ندارد و تکس های مختلف از سوی طالبان اخذ می گردد. رحمان مرزاد و گزارش در این مورد. با آنکه بنادر تجاری بروی بازرگانان و تجاران باز است و مواد سوختی در بازار فراوان، اما قیمت مواد نفتی در بازارها هر روز در حال افزایش است. شماره از شهروندان می گویند نبود نظارت دقیق از بازار سبب شده است تا تجاران و فروشندگان مواد سوختی به میل خودشان گران فروشی کنند. اگر کرایه موتر بالا ببری مردم میگه که بدر چرا کرایه موتر بالاست. اگر تل روز بر روز بالا بره بر ما وارا نمیکنه. وقتی که وارا نکنه از او که دستاد باشه بهتر است. من در تانگ تل آمدیم یک لیتر پترول 68 افغانی شده. از دولت اسلامی امارات خواهشمند هستیم که هر چی زودتر توجه کنند که مردمی که یک کسی که تکسیوان هستند در این تل نمیتونن زندگی خود را حمایه کنند بچلانند. در همین حال مسئولان در اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگویند دلیل افزایش مواد سوختی نبود سیستم منظم انتقال پول به خارج از کشور و افزایش در قیمت مواد نفتی در بازارهای جهانی سبب شده تا نرخ مواد سوختی در کشور افزایش یابد. پولی که ما به خصوصا به آسیای میانه، به ازبکستان و قزاق و ترکمنان اعلان میکنیم، او باید از طریق ترانسفر و قانونی بره. قانونی رفته نمیتونه، تو مجبور هستی که پول روان کنی به دوبی و در دوبی در یک حساب در یک اکاونت پارتی و او اکاونت باید بعد از او از این طریق پول روان کنه که هم یک مصرف کار داره و به مصرف شان چیز میشه که این میره هم بالا برده. یک کمی نرخ در دنیا هم بالا رفته، یک $50 پیتن. در روزهای اخیر قیمت گاز مایع نیز افزایش چشمگیر یافته است. فیکل و گاز مایع در بازارهای شهر کابل تا 80 افغانی به فروش می رسد. شمار از فروشنده های گاز مایع می گویند این امر سبب شده تا فروشاتشان تا 50% کاهش یابد. نرخ و نواخ در کل بلند رفته، بخصوص گاز در این 2-3-4 روز اخیر. در هر بالون گاز بالای ما فقط 300 افغانی اضافه کردن. 65 روپا بود گاز، فعلا شده 75 روپا. بسیار تاثیر منفی داره سر رای مردم که مردم نمیتونه که دیگه یک کیلو گاز ده ای بیکاری و بسیار وضعیت نادرست که بیکاری سر رای مردم بیش از حد گرفته، نمیتونه یک کیلو گاز به 75 افغانی و 80 افغانی بخره. ما اتحادیه مربوطه‌ایش خواستیم، امرایشان صحبت کردیم. چیزی که برای وا تمام میشه او هم برای ما معلوم است و چیزی که باید او بفروشه او برای ما معلوم است. سبا بازم یارا میخواییم و همچنان مشکل اساسی ایجاست که همی پرچون پروش ها یک کمی قیمت میپروشه زیاد. با این حال شهروندان از مسئولان امارت اسلامی میخواهند تا از بازار به گونه درست نظارت کرده و اجازه ندهد تا فروشندگان سوی استفاده کند و قیمت مواد سوختی را بلند ببرند. امارت اسلامی که فعلا قدرت سیاسی دولت را به دست داره، این هست که در این مسئله در قیمت مواد ارتزاقی، خوراکی و نفت و گاز بسیار توجه جدی خود را بکنه. نرخ تیل و گاز بی سابقه افزایش پیدا کنه قیمت شد و این مسئله باعث شد که خب خیلی از تعداد مردم را به یک بحران زندگیش بکشانه. مسئولان اتاقهای تجارت می افزاید سیستم منظم گمرکی در بندرهای تجاری وجود ندارد و تکس‌ها به صورت متفاوت از سوی طالبان اخذ می‌گردد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور در گفتگو با یک رسانه خارجی گفته است که مردم افغانستان به حکومت نیاز دارند که توسعه و خدمات ارائه کند، رابطه خوبی با جهان داشته باشد و مردم در آن بدون ترس و سرکوب
شاد زندگی کنند. آقای کرزی افزود است که مردم می ترسند و طالبان باید برای از بین بردن این محیط ترس و ایجاد محیط مناسب به لحاظ جسمی و روانی برای مردم تلاش کنند و همچنان تصریح کرده است که از آغاز مذاکرات با طالبان بر سه اصل آموزش و پرورش دختران، مشارکت در دولت و جایگاه زنان در جامعه افغانستان و اهمیت بیرق ملی و ارزش‌های کشور تاکید داشته است. دختران ورزشکار از متوقف شدن تمریناتشان ابراز نگرانی می کنند. این دختران ورزشکار می گویند که پس از تسلط طالبان بر کشور آنان دیگر نتوانستند که به تمریناتشان ادامه بدهند. بانوان ورزشکار همچنان می افزایند که در کنار محروم شدن دختران از حق تحصیل و کار، دروازه های کلاب های ورزشی نیز بر روی آنان بسته شده است و آنان نمی توانند فعالیت های ورزشیشان را ادامه بدهند. دختران ورزشکار از حکومت جدید خواهان بازگشایی کلاب‌های دخترانه شده و میگویند که دختران ورزشکار همواره برای کشور افتخار آفرین بودند و حالا نمیخواهند که دستاوردهای چندین سالهشان از بین برود. نگرانی دختران از بسته ماندن دروازه‌های کلاب‌های ورزشی. با روی کار آمدن نظام جدید امارت اسلامی، دختران افغان نگران از دست دادن دستاوردهای دو دهه گذشته خود هستند. شماری از بانوان ورزشکار از بسته بودن کلاب‌های ورزشی انتقاد کرده و می‌گویند که مسئولین امارت اسلامی به بانوان اجازه ورزش را نداده و دروازه‌های کلاب‌های ورزشی بیش از یک ماه می‌شود که بر روی ورزشکاران بانو بسته می باشد. آنان می گویند که در کنار محروم ماندن دختران از حق کار و تحصیل، دختران از ادامه تمرینات ورزشی و اشتراک در مسابقات بیرون مرزی نیز باز ماندند. از وقت که طالبان آمده اصلا خود دختران تمرین نداره. همین که خودشان فقط دو روز از تمرین باز مانند، این یک ضایعه است کاملا. برای دختران اجازه تمرین داده نشد، اجازه درس خواندن داده نشد، اصلا در دولت سهمی ندارن، دخترها کاملا دیگه زیر صفر شده فعلا بر از اینا. و در ضمن از اینکه درس ها دروس ها همه چیز برایشون بسته شده، سازمان های ورزشی میباشه که ما برای بانوان میخواستیم اونها سربراه بندازیم و اونا هم بسته شدن، اصلا نمیتونیم که اید در را باز کنیم. ورزشکاران بانو میگویند که دختران افغان در عرصه های ورزشی زحمات و رنج های زیادی را متحمل شدند و حالا نمیخواهند که دوباره به گذشته برگردند. این دختران همچنان میافزایند که شمار زیادی از بانوان ورزشکار مجبور به ترک کشور شدند. تمام ورزشکاران دختر با تمام مشکلات ها، با تمام سختی ها خود به یک جای رسیدن، تمرین کردن، با تمام این مشکلات ها که در بیرون بودن اینا تمرین میکردن، ولی فعلا برای از اینا اجازه تمرین داده نمیشه. تمامشان در این فکر هستن که باید هر کدامشان خود از خارج از کشور بکشن و یک فاجعه است که تمام اعلی فکر کنین تمامشان تحصیل کرده است، تمام زنان ما تحصیل کرده است. زنان به عقب بر نمیگردن، زنان مبارزه میکنن. زنهای افغانستان مبارزه های زیاد را انجام دادن در طول تاریخ، به تمام جهان ثابت شده که زنان افغانستان بیشتر مبارزه در افغانستان انجام دادند، در جهان انجام دادند. این گفته ها در حالی مطرح می گردد که کشورهای جهان و نهادهای حقوق بشری همواره از طالبان خواسته تا حقوق اساسی زنان را در نظر گیرند و آزادی های آنان را محدود نسازند. اما حکومت تا کنون به گونه واضح در این زمینه چیزی نگفته. در آخرین مورد، طالبان مانع حضور دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب شدند. شماری از رسانه‌های خصوصی در ننگرهار فعالیت‌های خود را متوقف کرده است. کارمندان این رسانه‌ها در ننگرهار می‌گویند برخی از رسانه‌های صوتی، چاپی و تصویری از بابت مشکلات اقتصادی فعالیت‌های خود را متوقف کرده و کارمندانشان خانه نشین شدند. این خبرنگاران از وضعیت بد اقتصادیشان ابراز نگرانی نموده و می‌افزایند که با گرفتن معاش خبرنگاری مخارج خانواده‌شان را تأمین می‌نمود، اما حالا با بسته شدن دفتر کاری شان نگران آینده ایشان هستند. نادیا مومن خبرنگار زن 20 ساله در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار زندگی می کند. وی در یکی از رسانه های خصوصی در ننگرهار ایفای وظیفه می کرد، اما از وقتی که دفتر رسانه‌ایشان فعالیت خود را متوقف کرده خانه نشین شده است و مسئولیت خانواده 10 نفری را هم به دوش دارد. د خزینه او پر وړاندې بیل خصوص د خزینه ژورنالستانو پر وړاندې ستونزې او مشکلات زیات دي. زما په نظر زه به یوازینۍ نجلۍ نه یم چې زه به پر کور ناسته یمه. زما په څیر ډېرې داسې نجونې دي چې هغوی په کور ناستې دي.
او میگوید پس از سقوط حکومت پیشین به دست طالبان خشونت ها در برابر خبرنگاران افزایش یافته است. وی وضعیت پیش آمده را تاسف بار خوانده می افزاید که اگر این روند تداوم پیدا کند ساحه کاری برای خبرنگاران خطرناک خواهد شد. په کابل کې سمو دوران دی ځینې ژورنالیستان وهل شوي او ټکول شوي وو. دا تر ټولو یو دردونکي او سختونکي حالات دی چې موږ پرې ډیر ځورېږو. موږ په خپلو هم مسلکو ملګرو باندې ډیر زیات ځورېږو، ولې ژورنالیست تل حقیقت وایي او تل حقیقت پسې ګرځي. خانم مومن همچنان می افزاید که پس از سقوط حکومت پیشین به دست طالبان بسیاری از خبرنگاران زن خانه نشین شدند و این کار آنان را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. ډیری ژورنالیستان دي چې هغه په کور ناست دي، دا نو تر ټولو یو سخت ترین حالات دی ورته، ځکه موږ ښځینه په همدې ډډ او په همدې هیله له خپل کور څخه راوځو چې وطن ته، ټولنې ته، د دې وطن خلکو ته، د دوی غږ تر نورو چارواکو ورسو، د دوی غږ ته انعکاس ورکو. اما که موږ په کور باندې کینو نو دا تر ټولو یو سخت حالات دی زموږ لپاره او د دې ترڅنګ د بالخصوص د نورو ژورنالیستانو پر وړاندې. مسؤلان ریاست اطلاعات و فرهنګ ننګرهار هم به رسانه ها گفتند که آنان برای رسانه ها ممانعت ایجاد نمی کنند. آنان می افزایند که شماری از رسانه ها از بابت مشکلات اقتصادی فعالیت های خود را متوقف کردند. و این ترتیب به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. از توجه و همراهیتان جهان سپاس. وقت خوش. خدا نگهدار.